دیگه 50% هم رشد کرده بعد از اینکه تو ناحیه قرمز بوده. و این سوال پیش میاد، خب این مدل هم پس نمیشه بهش اتکا کرد. ببینید مدل تعریفش روشه، پیش بینی داره میکنه و با یک مدل نه، هیچ کسی با یک مدل نمیتونه موفق باشه. به همین خاطر باید شما از مجموعه مدل ها استفاده بکنید. ما تو این کلاس هم داریم به اونها میپردازیم. یکی از این مدل های خوب استفاده از این مدل، مدل رینبو هست که شما میبینید که بر اساس سوابق تاریخی و این لاینی که کشیده میتونه پیش بینی کنه تو چه نقطه قرار گرفته. شما فقط کافی از این نمودار روش استفادهش رو بلد بشین و این دیتا رو گرفتین بزنین کنار بقیه داده هایی که بهتون منتقل میشه. یه بحثی وجود داره که بعد از این اصلاح سنگینی که میتونه بیت کوین بعد از رسیدن به 100,000 دلار بکنه، فکر میکنید تا کجا پایین میاد؟ که رو مدل استوپ با هم میبینیم و یه نکته فوق العاده جذاب دارم که اونجا با هم دوباره مرورش خواهیم کرد. پس این آدرس این سایت هم که براتون نوشتم رینبو رو حتما نگه دارید، اینا رو سیف کنید، چون این دیتا هم لایو دیگه، با 2 روز تاخیر داره. لایو که معنی نداره، ولی با 2 روز تاخیر داره میذاره براتون و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. تاریخ های هافینگا هم داره میگه. ببین این هافینگی که اینجا رخ داده و این هافینگی که اینجا رخ داده دقیقا قیمت در پایین ترین شرایط خودش بوده. یعنی حالا با یه لگ زمانی شما بازه سرمایه گذاریتون اگه مثلا 1-2 ساله نگاه کنی تو این حوزه که ارزش داره بلند مدت تر هم نگاه کنی، میبینی تو این تایم فریم ها که هافینگ اتفاق افتاده، یعنی نصف شدن استخراج بیت کوین، اولی، دومی، سومیش که شاهد هستیم و چهارمیش 2024 اتفاق خواهد افتاد. یک حالا این نمادین گذاشته 1/1/2024، میبینید سمت راست این خدمتتون عرض شود رینبو یه چیز حدود مثلا بین 30,000 تا 40,000 دلار رو به عنوان کف در نظر گرفته. شاید مثل همون حالت اول که یه مقداری افت پیدا بکنه، اما بازار برمیگرده و خودش رو میتونه پیدا کنه، تک متغیرم نمیشه بهش پرداخت. پس پیشنهادم اینه که این رو به صورت یک روند بلند مدت نگاه بکنید و ازش بتونید استفاده بکنید. کف کانال رو بهتون نمایش میده و میتونید بر اساس اون کف کانال بگین که مثلا اینجا نقطه خوبیه برای ورود یا نقطه خوبی برای ورود نیستش. خب این از مدل مربوط به رینبو و من بیام خدمتتون عرض شود که برگردم به حالت اسلایدمون، چون میخوام در خصوص استوف بیایم با هم یه گپ مفصل بزنیم. این مدل رو من خیلی دوستش دارم، جریان خوبی رو داره. ببینید مدل S2F از یه کسی یه توییتری داره به نام این صفحه اسلاید منو میبینید شما دیگه الان درست تعریف مدل S2F. ببینید این یک کسی با این 100 تریلیون USD یه اکانتی تو توییتر داره که مدلی به نام حالا اسم خودش رو به نام پلن بی معرفی کرده و 18 می 2019 اومده گفته که یه روشی برای سنجش فراوانی یک منبع خاص وجود داره. مدل استوف اومده مطرح کرده و استوف آورده مپ کرده روی روند بیت کوین، محدودیت و ارزش یه سهم رابطه مستقیم با کمبود اون به عنوان یه فاکتور در استوف هست. به نصف حالا داستان به این صورته که شما یه سری منابع در طبیعت داریم، مثلا طلا، نقره، آب، خیلی از اکثر منابع محدود هستن دیگه. حالا هر چقدر این محدودتر باشه و کاربرد این منبع در طبیعت کاربرد عمیق‌تری باشه، خیلی راحت قیمتش رشد میکنه، میره بالا. اما هرچی این میزان زیادی باشه، نه خیلی کیرش نمیکنن، براش ارزشی قائل نیستن تا اینکه به یه نقطه بحرانی برسه. ببینید مثلا آب شرب یا آب شیرین به عنوان یک منبع مهمه برای بشر، حتی پیش بینی کرده بودن که جنگ ها میتونه بر اساس این مدل حالا بر محدودیت منابع اتفاق بیفته، جنگ به خاطر آب، جنگ به خاطر غذا.
و خب حالا پیش بینی که داره میشه با تغییر با توجه به تغییرات جوی که انجام شده. حالا قیمت یه بطری آب سالم در یک شرایطی که بحرانی نیست، الان یه بطری آب چقدره قیمتش؟ 2000 تومن چند سی سی، 500 سی سی، یه همچین حدودی قیمت میخوره. حالا این ریالیشه، دلاریش هم احتمالا یه یورو، دو یورو، یک و دو دهم یورو قیمت یه بطری آب باشه. ولی زمانی که این محدودیت منابع از نظر بارش وجود داشته باشه، ذخیره منابع، تغییرات اقلیمی، دیگه این قیمت یه دلار نیست، قیمتش دیگه خیلی رشد خواهد کرد. حالا این مدل S2F اومده با در نظر گرفتن محدودیت منابع پیش بینی کرده، پیش بینی قیمت طلا انجام داده، پیش بینی قیمت رمزارزها رو انجام داده، نقره رو انجام داده، آب و خیلی فاکتورهای طبیعی که شما توی بازار می‌بینید. دقت کرده باشین اکثر این مدل‌ها از طبیعت یه چیزی رو وام گرفته، اوورده، چیکار کرده؟ میاره توی بازار مالی ازش استفاده می‌کنه. خدا رو شکر هیچ کدوم از این مدل‌ها هم شما منتسب به ایرانی‌ها نیست. یعنی هی میگن ایرانی‌ها خیلی باهوشن، که فکر می‌کنم اون هم مثل همون داستان ماینره و داستانی که آقا نصف بیت کوین دنیا دست ما، یه آدرس غلطی بیشتر نیست. آره ما توی هیچ کدوم از این مدل ها حداقل توی 100 سال گذشته هیچ رد پایی از همون نیستش و هیچ ادعایی هم نباید داشته باشیم. به هر حال اون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. و از این مدل میخوام استفاده کنم توی پیش بینی قیمت. نصف شدن پاداش استخراج به عنوان یه شاخص مهمه توی استخراج بیت کوین. ما کلش رو گفتیم پیش از ابتدا گفته شده 21 میلیون و اصلا بیس 21 میلیون رو میدونن دوستان چیه؟ اگه کسی میدونه من میکروفون رو باز کنم. آیا از دوستان کسی هست که بیس 21 میلیون رو بدونه؟ خب ببینید داستان 21 میلیون به این صورت بوده که زمانی که آخرین ایمیلی که از ساتوشی با یکی از این توسعه دهندگان شبکه بیت کوین، اگه خاطرتون باشه یه فیلمی تو دوره 0 تا 100 با هم دیدیم که داشتیم صحبت می‌کردیم، رفتن در خونه‌ش رو باهاش صحبت می‌کردن و گفتش که من اول بهم پلیس همون اف بی آی گفته بود بیا توضیح بده و رفتم توضیح بدم، دیگه ساتوشی باش هیچ ایمیلی دیگه بهش رد و بدل بین این دوتا نشد. و این توی اون مکاتباتی که با هم داشتن، از به نقل قول از ساتوشی ناکاموتو که حالا فرد گروه تیم شرکت کسی نمیشناسه، اشاره میشه که این برگرفته از ارزش M1 هست. شما در کل بازار، در کل کره زمین میزانی پول نقد وجود داره، یک عرض شود که سکه وجود داره و چک. کل این وجه نقد کره زمین در ارزهای مختلف به 1 تریلیون دلار رسیده بوده و اگر اشتباه نکنم به 21 تریلیون 21 تریلیون دلار رسیده بوده که الان نگاه میکنن اگه اشتباه نکنم مثلا 26 و ایناست. این موضوع مثلا مربوط به 10 سال قبل، 9 سال قبل، و این ایمیلی که رد و بدل شده بوده که داشته به این اشاره میکرده. و این 21 میلیونه اومده، این 21 تریلیون تقسیم بر 21 میلیون چقدر میشه؟ هر واحد رو به 1 میلیون میرسونه. یه بار دیگه یه دوستی من داشتم میگفتش که میدونی جیبو چرا اینجا درست کردن؟ جیب روی قلبه، میگه این پول رو میذاری اینجا. اصلا بحث پوله، بحث جون نیست که بخوای راحت از کنارش بگذاری. اینا شوخی البته. و یه بار دیگه دقت بکنیم 21 از کجا آمد؟ گفتیم تمام پول نقد و سکه و چکای مسافرتی دنیا در تاریخی که داشتن با هم صحبت میکردن میاد میگه که 21 تریلیون دلار هست ارزشش به دلار امریکا، و الان مثلا این عددی یه مقدار بیشتر شده. و اون موقع اومده بودن این روی کرده داشتن که اگر این 21 میلیونه
21 تریلیونه تقسیم بر 21 میلیون بشه، قیمت هر واحدش چقدر میشه؟ میشه 1 میلیون دلار. و این ارزش، ارزش فوق العاده بالاییه و شاید بهترین مدل برای سرمایه‌گذاری بلند مدته برای کسایی که میخوان مدت ها بمونن روی ارزی که حالا این مدت هایی که داریم باهاش صحبت میکنیم الان 20 21 هستیم و میتونیم برای یه بازه 5 ساله چشممون رو ببندیم و هر روز 100,000 تومان خرید کنیم مثلا، و در نظر داشته باشین این عدد عدد جذابی میتونه باشه در تعداد بالا که دیگه واویلاست. و همین فرصت در سایر مارکت ها، سایر کوین ها هم وجود داره. یه ذره دیگه بریم جلو. یه چیزی به نام S2FX هم وجود داره. این S2F بیت کوین و استفاده استخراج بیت کوین، من دو تا ویدیوی کامل و با جزئیات فراوون گذاشتم توی کانال یوتیوب، شما اونجا میتونید ازش استفاده کنید. در نظر داشته باشین اون ویدیو جنبه کمک آموزشی و تکمیلی کلاس داره، اصل داستان سر کلاس اتفاق میفته. چون قبلا هم بهش اشاره کردیم دیگه، این خیلی نمیخوام روش زمان بذارم روی مدل هافینگ و اینا، البته اشاره امروز میکنیم بهش. S2FX میاد میگه که با حذف زمان و افزودن سایر دارایی ها مدلی به وجود میاره به نام S2FX که حالا توش طلا و نقره هم اضافه کرده و اومده با هم دیده و اون داستان کوریلیشن هم با هم در نظر گرفته. یه بحثی وجود داره، اون داستان تو ریاضی دو بود میخوندیم دیگه دانشگاه، بحث فازی، یا حالا بعضا یه درس جدا خوندن بچه که ریاضی گذروندن. ببینید هر جهشی که انجام داده میشه توی قیمت بیت کوین برگرفته از انتقال های فازیه که ببینید چجوری بگم. مثلا الان شما یه ظرف آب داری، این آب رو بذاری رو گاز، زیرش رو روشن کنی، میجوشه، بخار میشه، آب همونه ها، سردش کنی دوباره میشه آب. اون ظرف آب رو وردار ببر بذار تو فریزر، چی میشه؟ یخ میزنه. آب ها مایع بود ولی شد جامد. یخ رو دوباره بیا بیرون بذار با محیط اطراف در تبادل باشه، حرارت تبادل حرارتی ببینه، آب میشه، قسمتش هم بخار میشه. این فازه عوض شده ولی واقعیت تغییر نکرده. یکی از خصوصیت های مربوط به S2F تو همین حوزه است. ببین انتقال فاز خوشه بندیه. ما حالا داریم مثلا تو حوزه، حالا نمونه ای که گفتم، آب به 4 تا فاز مختلف تقسیم میشه، جامد، مایع، گاز و یونی، که در تمام اینها این موجودیت اولیش، آب بودنش، آبه، فقط حالتش عوض شده و میگیم ویژگی های مختلفی در هر فاز بهش اضافه شده. اهمیتش چیه؟ ببینید زمانی که شما یک چیز جدیدی توی بازار میاد، یک ابزار مالی جدیدی وارد بازار کریپتو میشه، وارد بازار فارکس میشه، توی استاک مارکت میاد، شاید خیلی ها تحویلش نگیرن، جدیش نگیرن، اما همیشه یه سری هستن که اصلا حال میکنه، ماشینه اومده هنوز خودش رو نشون نداده تو بازار، چجوری ماشینه رو میخره. امروز گوشی موبایل فلان مدل میاد، تا مثلا ریویو ازش در نیومده این اول نفر خریده ساعت فلان. اینا آدم های خاصی هستن، کاراکترهای خاصی دارن و اگر شما هم یه همچین خصوصیت های تو وجودتون هست بهتون تبریک میگن، چون این کمک میکنه که یه ذهنیت پیدا کنیم آقا ما میتونیم توی چیزایی که باشه یه دلار میخریدن. من این ایراد به خودم هم وارده ها، من همون تایمی که داشتم الان دارم میگم 10 سال پیش چیکار میکردم، من خودم داشتم بازار بورس خرید فروش میکردم. یه دوستی داشتم اتفاقا یه جمله جالبی گفت، ما یه موقع گروه وایبری بود، یعنی تازه ترکونده بودن همه، تو گروه وایبری صبح تا شب داشتن میزن سر کله هم دیگه، حالا